سرخط خبرها. آنها باید بدانند که همچون نشست‌ها بدون حضورداشت نماینده امارت اسلامی افغانستان نتایج مثبت را نداده. ایجاد بحران‌های بعدی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جلوگیری و عمل آید. هر قدری پول‌ها که بیاید در سطح قدرت خرید مردم یا در سطح اشتغال زایی یا در سطح کاهش فقر هیچ کدام تغییر را نخواهد داشت. سلام و وقتتان بخیر. به مجمع خبر این ساعت خوش آمدید. مشروع خبرها. حسن کاظمی قومی، سفیر و نماینده ویژه ایران برای افغانستان، به هدف گفتگو با وزیر خارجه و دیگر مقام‌های پاکستانی وارد این کشور شده است. با گزارش رسانه‌های ایرانی، قومی در رأس یک هیئت سیاسی به دعوت آصف علی دورانی، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان، وارد اسلام آباد شده و قرار است در این دیدارها دو طرف درباره موضوعات دو جانبه و تحولات مهم امنیتی منطقه و به ویژه وضعیت افغانستان گفتگو کنند. آقای قومی قرار است علاوه بر مذاکرات رسمی با همتای پاکستانی و وزیر امور خارجه این کشور، با برخی دیگری از مقام‌های پاکستانی نیز دیدار کند. افغانستان محور بحث ایران و پاکستان. پس از حاکمیت دوباره امارت اسلامی در افغانستان، کشورهای جهان به ویژه کشورهای همسایه پی هم دیدارها و نشستهایی را با محوریت افغانستان برگزار کردند. حالا هم حسن کاظمی قومی، سفیر و نماینده ویژه ایران در افغانستان، به هدف گفتگو با وزیر خارجه و دیگر مقامهای پاکستان وارد این کشور شده است. با گزارش رسانه‌های ایرانی، قومی در رأس یک هیئت سیاسی به دعوت آصف علی خان دورانی، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان، وارد اسلام آباد شده و قرار است در این دیدارها دو طرف درباره موضوعات دو جانبه و تحولات مهم امنیتی منطقه به ویژه وضعیت افغانستان گفتگو کنند. حسن کاظمی قومی یکشنبه شب به وقت محلی در رأس یک هیئت سیاسی وارد فرودگاه بین المللی اسلام آباد شد و از سوی رضا امیری مقدم، سفیر ایران در پاکستان و مدیر کل جنوب آسیای وزارت امور خارجه این کشور، مورد استقبال قرار گرفت. سفر نماینده ویژه رئیس جمهور ایران بنابر دعوت رسمی آصف علی خان دورانی، نماینده ویژه نخست وزیر پاکستان در امور افغانستان، صورت گرفته است. ایران و پاکستان، خصوصا با ایران، در تلاش اطمینان حاصل کردن امنیت داخلی خود هستند و میخوان تدابیر دیگر سا اتخاذ کنند. به خاطر میفهمم که پاکستان هم در خزای افغانستان زی دخل هستند صحبت کنند، اما این صحبت تا وقت مفید و ممد واقع خواهد شد که نماینده افغانستان هم دیگه اشتراک کنند. آقای قومی قرار است علاوه بر مذاکرات رسمی با همتای پاکستانی و وزیر امور خارجه این کشور، با برخ دیگر از مسئولان پاکستانی نیز دیدار کند. نماینده ویژه رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران آقای قومی، که به دعوت نماینده ویژه کشور پاکستان آقای دورانی به پاکستان دعوت گردیده و اجندای نشستشان وضعیت امنیتی منطقه و وضعیت فعلی کشور ما می باشد. آنها باید بداند که همچون نشستها بدون حضورداشت نماینده امارت اسلامی افغانستان نتایج مثبت را نداده. باید به نماینده امارت اسلامی افغانستان دعوت بدهند تا برای وضعیت امنیتی منطقه و کشورهای ما
یک پلان امنیتی را مشترکاً ایجاد نماید تا بر ضد گروه توریستی و توریسم بین‌المللی مبارزه جدی صورت بگیرد. این در حال است که اخیراً وزارت خارجه ایران با نشر بیانیه‌ای به ابراز دیدگاه تهران در قبال افغانستان و طرح ایجاد هماهنگی میان همسایگان این کشور برای حل بحران موجود پرداخته و وزارت خارجه این کشور بر ایجاد گروه تماس تاکید کرده و هماهنگی میان کشورهای منطقه را در قبال افغانستان ضروری می‌داند. جواد رفیعی فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان ایران از بازداشت و اخراج نزدیک به 2000 شهروند افغانستان در چند روز پسین خبر داده است. این مقام ایرانی خاطر نشان کرده که اتباع خارجی برای ورود، اقامت و خروج از ایران باید از طریق راه قانونی اقدام کنند. در غیر این صورت با آنان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. از سوی هم وزارت مهاجران و عودت کننده های امارات اسلامی از بازگشت و اخراج صدها شهروند افغانستان از پاکستان در یک شبانه روز گذشته خبر داده است. بازگشت بیش از 2000 تن در روزهای پسین به افغانستان. جواد رفیعی فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان ایران از بازداشت و اخراج نزدیک به 2000 تن اتباع افغانستان در چند روز پسین به کشور خبر داده است. این مقام ایرانی خاطر نشان کرده که اتباع خارجی برای ورود و اقامت و خروج از ایران باید از طریق راه قانونی اقدام کند. در غیر این صورت با آنان برخورد قانونی صورت میگیرد و به کشورشان بازگشت داده میشوند. مرزداران استان سیستان و بلوچستان تا یک هفته گذشته تعداد 11669 نفر اتباع بیگانه افغانستان را پس از طی مراحل قانونی از طریق پایانه مرزی ملک مسترد کردند و به کشورشان عودت دادند. از سوی هم وزارت مهاجران و عودت کننده ها از بازگشت و اخراج صدها تن شهروندان افغانستان از پاکستان در یک شبانه روز به این کشور خبر داده است. افراد اخراج شده پس از ثبت ریاست مهاجرین جهت کمک به دفاتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد، سازمان جهانی خوراک و سازمان بین المللی مهاجرت معرفی شدند و برای هر خانواده مبلغ 10000 افغانی از جانب کمیته موظف نیز توزیع شده است. شماری از آگاهان هم بر این باورند. بسیار مهم و اساسی است که به چالش‌های مهاجرین در بخش‌های مختلف توسط کشورهای میزبان رسیدگی صورت بگیرد تا از ایجاد بحران‌های بعدی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جلوگیری و عمل آید. این در حالی است که روز گذشته وزیر فرهنگ و ارشاد ایران شماری از ولایت‌های افغانستان را آکنده از میراث ماندگار فرهنگی و ادبی مشترک افغانستان و ایران عنوان کرده بود. دنمارک و چین هر کدام از کمک‌های 6 میلیون دلاری و 14 میلیون دلاری برای مردم افغانستان خبر دادند. صندوق امانی ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان اعلام کرده که دنمارک و چین این کمک‌ها را برای توانمندسازی مردم افغانستان و به ویژه از زنان و کودکان انجام داده است. این در حال است که سازمان جهانی غذا در گزارش از کمبود بودجه این سازمان نگرانی کرده و گفته که در حال حاضر بیش از 23 میلیون تن در افغانستان و در گرسنگی به سر می‌برند. کمک های چین و دنمارک برای نیازمندان در افغانستان. صندوق امنی ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان اعلام کرده که دنمارک 42 میلیون کرون معادل 6.2 میلیون دلار به افغانستان کمک کرده است. با گفته این نهاد این کمک ها را برای توانمندسازی مردم افغانستان به ویژه زنان، کودکان و دختران در نظر گرفته است. این کمک ها که به ارزش 42 میلیون کرون می باشد برای توانمندسازی و رسیدگی به مردم افغانستان از جمله زنان، کودکان و دختران در نظر گرفته شده است. ما متحد برای رسیدگی برای افراد نیازمندی که از حق تحصیل بازماندن می باشیم. همزمان سفیر چین در صفحه ایکس خود از کمک 100 میلیون یوان معادل 14 میلیون دلار به افغانستان خبر داده است. جاو شنگ سفیر چین در کابل گفته امیدوار است که این پولها برای عبور از چالش‌های به میان آمده مردم افغانستان به مصرف برسد. همزمان به باور برخی آگاهان اقتصادی در شرایطی که سرمای زمستان زندگی را برای مردم چالش برانگیز ساخته است، این کمک ها می تواند برای مردم افغانستان سودمند واقع شود. کمک های مالی توسط جامعه جهانی در شرایط کنونی اقتصادی افغانستان که قرار دارد نمی تواند که در قسمت کاهش فقر تغییرات مثبت بیاره یا فقر کاهش بده، ولی این کمک ها صرف میتونه که در قسمت
بحران انسانی و مشکلات اجتماعی از آسیب پذیری بیشتر جلوگیری نماید. این در حال است که اخیراً سازمان جهانی غذا نسبت به کمبود بودجه در این نهاد نگرانی کرده و گفته 23.7 میلیون تن در افغانستان با گرسنگی مواجهند، که این نهاد تنها برای نیازمندان میتواند رسیدگی کند که در یک قدمی مرگ و زندگی قرار دارند. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله از تمامی مسئولان امارت اسلامی خواسته تا در برابر مردم از صبر کار گیرند تا به نظام کنونی آسیب نرسد. آقای حقانی در نوار تصویری که از سوی سخنگوی این وزارت همگانی شده همچنان تاکید کرده است که اگر مسئولان امارت اسلامی از نظام کنونی که با تلاش‌های زیاد به دست آمده به گونه شرعی نگهداری نکنند، نزد مردم افغانستان مسئول خواهند بود. سرپرست وزارت داخله همچنان گفته است که حکومت کنونی در نتیجه شعار به دست نیامده و تمام مقام‌های امارت اسلامی باید در اجرای امور از مصلحت کار گیرند تا حکومت کنونی صدمه وارد نشود. پس اسلامی حکومت راغی دیدی پارا روز دوم رلوی کارپات دی والله العظیم شه در شلکلانه جهاد مو چکون وکو چی دیدغه په نتیجه کې میک پینزوس کالا سل کالا دا حکومت په اسلامی مشروع مسلمه طریقه باندې ونه ساتي. خدای ته مسئول دی، دغه ملت ته مسئول دی. چټی خو نه دی لاسته راوړلی، عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس وزیران با شمار از بازرگانان و سرمایه‌گذاران ترکی دیدار گفتگو کرده است. بر بنیاد خبرنامه ارگ، بازرگانان ترکی در این دیدار گفتند که آماده سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف افغانستان از جمله استخراج معادن، ایجاد فابریکه‌های تولیدی، کشاورزی، انرژی و تکنولوژی هستند. در این حال آقای انفی تاکید کرده که از هر نوع سرمایه گذاری داخلی و خارجی در افغانستان استقبال میکند و امکانات لازم را نیز در اختیار تاجران و سرمایه گذاران قرار خواهند داد. دیدار عبدالسلام حنفی با شماره از سرمایه گذاران ترکی. عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء در دیدار با شماره از سرمایه گذاران ترکی تاکید کرده است که امارت اسلامی از سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش های مختلف حمایت کرده و امکانات لازم را نیز در اختیار آنان قرار خواهد داد. بر بنیاد خبرنامه ارگ، بازرگانان ترکی در این دیدار گفتند که آماده سرمایه گذاری در بخش های مختلف کشور از جمله استخراج معادن، ایجاد فابریکه های تولیدی، کشاورزی و تکنولوژی هستند. در دیدار با شماری از سرمایه گذاران ترکی با حضور عبدالسلام حنفی، آنان برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف کشور از جمله استخراج معادن، ایجاد فابریکه های تولیدی، کشاورزی و انرژی ابراز علاقه مندی نبودند و معاون اداری ریاست الوزراء برای آنان تعهد سپردند که ضمن حمایت از بازرگانان خارجی بر آنان تسهیلات لازم را نیز فراهم می سازد. در همین حال شماره از آگاهان اقتصادی ایجاد زمینی سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی را بستر خوبی در جهت بهبود شرایط اقتصادی در کشور می دانند. و سرمایه گذاری زمانی مخیر می شود که حکومت بتواند یک بستر مناسب به خاطر جذب سرمایه گذاری ها داشته باشد. چون افغانستان منابع زیاده به خاطر جذب سرمایه گذاری دارد، بنابراین اگر کشورهای خارجی بین داخل افغانستان در سکتور مختلف سرمایه گذاری بکنند، بر علاوه زی که ما را کمک میکنه که بریم به طرف رشد اقتصادی، زمینی کار و اشتغال به مردم مهیا میسازه و این خود باعث ازی میشه که ثبات و امنیت پایدار در کشور تامین شود. گفتنی است که امارت اسلامی همواره تاکید کرده است که از هر نوع سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور استقبال کرده و امکانات لازم را نیز در اختیار بازرگانان و سرمایه گذاران قرار میدهند. عطاالله عمری سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری با رئیس مؤسسه اسلو و شمار از مقام‌های دیگر این نهاد دیدار و گفتگو کرده است. وزارت زراعت و آبیاری در صفحه کاربری اکسش گفته که در این دیدار روی اولویت‌های کاری این نهاد در هماهنگی با وزارت زراعت، مالداری و آبیاری بحث و تبادل نظر شده است. در همین حال این وزارت از دیدار و گفتگوی عطاالله عمری با نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و مرکز رسانه‌های حکومت افغانستان نیز خبر داده است. دیدار وزیر زراعت با مسئولان نهاد اسلو.
عطاءالله عمری وزیر زراعت، آبیاری و مالداری با عبدالسلام احمدی رئیس مؤسسه اسلو و شماری از مسئولین این نهاد دیدار نموده است. وزارت زراعت و مالداری در صفحه کاربری ایکس گفته است که در این دیدار روی اولویت‌های کاری این مؤسسه در هماهنگی وزارت زراعت و مالداری بحث و تبادل نظر کردند. وزارت زراعت با طرز العمل‌های جامع جهت تطبیق برنامه‌ها همکار با مؤسسات ملی و بین المللی است. طرز العمل‌های واضحی که خلاف شریعت نباشد می‌توان فعالیت‌هایی را برای زنان نیز ایجاد کنیم. در همین حال آقای احمدی رئیس مؤسسه اسلو می گوید که پروژه های جدید برای سال آینده روی دست دارند و مطابق به اولویت های مردم فعالیتشان را آغاز خواهند نمود. ای که برای خانما زمینه کار مساعد میشه در وزارت زراعت، ای عمل کرده و ای پیام وزیر زراعت را باید به فال نین گرفت و ای پیامشان قابل تقدیر و تحسین است. هر قدری که خانما در جامعه سهم خود را داشته باشه، او جامعه پیشرفته و جامعه است که مترقی و متمدن محسوب میشه. امید است که فضای امن برشان مساعد شود. تشکر. این همه در حال است که سرپرست وزارت زراعت در دیدار با نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و مرکز رسانه های حکومت روی همکاری های این وزارت با رسانه ها در اطلاع رسانی و آگاهی مردم بحث و گفتگو کردند. وزیر خارجه کره شمالی به روسیه می رود. سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرده است که جون سیانگ هون وزیر خارجه کره شمالی روز دوشنبه به مسکو سفر می کند. رسانه های ایرانی گزارش دادند که 11 تن در زندان مرکزی کرج در این کشور در یک روز اعدام شدند. حماس گفته است که امروز از سرنوشت 3 گروگان اسرائیلی که در ویدیو خواستار آتش بس در غزه برای بازگشت آنان به خانه شدند اطلاع رسانی خواهد کرد و وزیر خارجه استرالیا در آستانه سفر به خاورمیانه خواهان آتش بس پایدار در منطقه شده است. جزئیات بیشتر در این بسته خبری. وزیر خارجه کره شمالی به روسیه می رود. سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرده است که چوی سونگ هوی وزیر خارجه کره شمالی روز دوشنبه به مسکو سفر می کند و گفته ماریا زاخوروا وزیر خارجه کره شمالی در این سفر با سرگی لاروف همتای روسیه خود دیدار و گفتگو خواهد کرد. سفر وزیر خارجه کره شمالی به مسکو با دعوت سرگی لاروف انجام خواهد شد و قرار است چوی سونگ هوی تا چهارشنبه در روسیه باشد. سرگی لاروف در ماه اکتبر 2023 به کره شمالی سفر کرده و مسکو از احتمال برگزاری مانور مشترک با کره شمالی سخن گفته بود که نگرانی های مقام های آمریکایی را درباره افزایش همکاری نظامی بین مسکو و پیونگیانگ تشدید کرد. گسترش همکاری بین مسکو و پیونگیانگ از مهمترین موضوع های دیدار رهبران دو کشور در ماه سپتامبر 2023 در روسیه بود. کره شمالی یکی از متحدان نزدیک روسیه در جنگ سرد و همچنین یکی از معدود کشورهایی است که از یک جا شدن بخشی از اوکراین به روسیه در سال 2022 حمایت کرد. رسانه های ایرانی گزارش دادند که 11 نفر در زندان مرکزی کرج در این کشور در یک روز اعدام شدند. خبرگزاری هرانا در گزارش از اعدام گروهی 11 زندانی در زندان مرکزی کرج ایران خبر داده است. هرانا نوشته از میان این افراد 5 تن به جرایم مربوط به مواد مخدر متهم بودند و هویت سایر اعدام شدگان و اتهام های آنها را در دست بررسی دارد. هرانا با تاکید بر این که تا زمان تنظیم این گزارش هیچ گونه اطلاع رسانی یا اظهار نظری از سوی مسئولین یا نهادهای مربوطه در خصوص این اعدام ها صورت نگرفته، نوشته که بر اساس گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران، نهادهای مربوطه در یک سال گذشته تنها حدود 34% از اعدام های صورت گرفته در ایران را اطلاع رسانی کردند. بر اساس آمار برداری سالانه هرانا در سال 2023 دست کم 791 شهروند از جمله 25 زن و 2 کودک مجرم اعدام شدند که در مقایسه با مدت مشابه در سال پیش از آن بیش از 33% افزایش داشته است. از میان اعدام شدگان اعدام 7 نفر در ملایام صورت گرفته است. حماس گفته است که امروز از سرنوشت 3 گروگان اسرائیلی که در ویدیوی خواستار آتش بس در غزه برای بازگشت آنها به خانه شدند اطلاع رسانی خواهد کرد. این 3 نفر از جمله کسانی بودند که در جریان حمله های 7 اکتبر دستگیر شدند. زمان فیلم برداری این ویدیو مشخص نیست و حماس پیشتر گفته بود که سرنوشت بسیاری از گروگان ها پس از هفته ها بمباران اسرائیل نامعلوم است. اسرائیل چنین ویدیوهایی را جنگ روانی می داند. درگیری ها در جنوب و مرکز غزه همچنان به شدت ادامه دارد و امدادگران میگویند که قطع شدن دوباره خدمات مخابراتی مانع تلاش های امدادی آنها شده است. یکی از مقام های سازمان ملل گفته است
در غزه بیماری و قحطی به سرعت در حال گسترش است. گفته می شود نیروهای اسرائیلی 5 فلسطینی از جمله 3 پسر نوجوان را در 3 حادثه در کنانه باختر اشغالی کشتند. 2 اسرائیلی نیز بر اثر شلیک موشک از لبنان کشته شدند. وزیر خارجه استرالیا در آستانه سفر به خاورمیانه خان آتش‌بس پایدار در منطقه شد. وزیر خارجه استرالیا روز دوشنبه در آستانه سفر به خاورمیانه خواستار برقراری آتش‌بس پایدار در منطقه شده است. بینیوانگ برای مذاکره درباره برقراری صلح است. از طریق طرح دو دولت دو ملت به اردن امارات اسرائیل و کرانه باختری رود اردن سفر خواهد کرد. او با تاکید بر ارسال کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه، آنها را گامی در جهت کاهش تنش‌ها در منطقه دانست. پیش از این استرالیا در ماه دسامبر به قطعنامه پیشنهادی شورای امنیت سازمان ملل برای برقراری آتش‌بس در غزه رأی مثبت داده بود. و حال رویدادهای ورزشی را با همکارم فیاض احمد احمدی دنبال کنید. تیم ملی کرکت افغانستان شب گذشته در دومین دیدار از سلسله مسابقات 20 دوره بین المللی با تفاوت 6 ویکت مغلوب هندوستان شد. قرعه را در این دیدار هندوستان برد و توپ اندازی را انتخاب کرد. افغانستان در 20 آور با از دست دادن تمام بازیکنانش 173 دوش برای هندوستان هدف تعیین کرد. در وقت دوم تیم هندوستان در 15.4 آور توانست هدف تعیین شده را تکمیل کند و به پیروزی برسد. تیم هندوستان تنها با از دست دادن 4 بازیکن در حالی که 26 توپ هنوز در میدان بود و پیروز شد. تیم ملی بسکتبال با ویلچر افغانستان دیروز در دومین دیدار از رقابت‌های بسکتبال با ویلچر آسیا اقیانوسیه مقابل تیم عربستان سعودی در تایلند به میدان رفت. ورزشکاران افغان توانستند با اقتدار با نتیجه 79-44 حریف خود را شکست دهند و به دومین پیروزی پی در این رقابت‌ها دست یابند. تیم‌های افغانستان در مسابقه اول نیز پرقرارزار شده بود و تیم نیوزلند را 77-37 شکست داده بود. این تیم در ادامه رقابت‌ها مقابل تیم‌های امارات متحده عربی و فیلیپین پای به میدان رقابت می‌گذارند. مسابقات فوتبال جام آسیای 2023 شب گذشته در قطر پیگیری شد و تیم‌های ایران و امارات متحده عربی از گروه سه رقابت‌ها مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند. امارات 3-1 هنگ کنگ را شکست داد. ایران نیز با نتیجه 4-1 از صدر فلسطین عبور کرد. تا در این گروه از همین ابتدا تیم‌های مدعی مشخص شود. ایران نیز در قامت مدعی قهرمان این جام با گل‌های کرم انصاری فرد، شجاع خلیل‌زاده، مهدی قادی و سردار آزمون در مقابل تیم فلسطین به پیروزی رسید. این دیدار در اکوجشن سیتی شهر الریان قطر برگزار شد. رئال مادرید توانست با درخشش وینیسیوس جونیور با 3 گل بارسلونا را شکست دهد. با نتیجه پرگل 4-1 در دیدار نهایی سوپر جام اسپانیا به پیروزی رسید. در این دیدار که بارسلونا اسیر تیم کارلو آنجلوتی شده بود، با گل‌های وینیسیوس 7-10 و 39 پنالتی و رودریگو 64 شکست خورد. رئال مادرید هم انتقام شکست سال گذشته سوپر جام را از بارسلونا گرفت و هم نخستین جام فصل را کسب کرد. این مسابقه در ورزشگاه اول پارک شهر ریاض برگزار شد و تنها گل بارسلونا نیز توسط لواندوفسکی به پیروزی رسید. این بود خبرها تا این ساعت. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.